دومین روز نشست سران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اینجا در پایتخت ایالات متحده در حال برگزاری است. روز گذشته جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در مراسم گشایش اجلاس ناتو، همونطور که در گزارش فرهاد دیدیم، به مناسبت 75مین سالگرد تأسیس این پیمان دفاعی گفت اوکراین پوتین را متوقف خواهد کرد. برای جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم کارلا باب، خبرنگار صدای آمریکا که از مرکز همایش‌های واشنگتن با ماست. در دومین روز نشست سران ناتو چه خبره؟ چه کسانی صحبت کردند و محور گفتگوها چی بوده؟ کارلا. عشق و محبت زیادی بوده برای اوکراین. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا لحظات پیش تایید کرد که انتقال جت‌های جنگنده F-16 به اوکراین انتقالش انجام میشه همین در تابستان امسال در آسمان اوکراین به پرواز در خواهد آمد. که البته صدای آمریکا این رو با رئیس ستاد مشترک نیروهای آمریکا قبلا این مسئله رو تایید کرده بود. اونا جزئیات بیشتری در این مورد به دلایل امنیتی در دست نیست، ولی ما منتظر خواهیم بود که اعلامیه‌های بیانیه‌های بیشتری در این مورد بشه. ما الکساندر استاب صحبت کرده است و او گفته است که اوکراین که مسیر راهیابی اوکراین به ناتو غیر قابل بازگشته. وعده داده شده که بتونه عضو ناتو بشه و این نوع گفتمان در مدارک خواهد بود و در قطعنامه ناتو در پایان هفته در اون هم قاعدتا اوکراین مطرح خواهد شد و اوکراین هم مشتاقی که ببینه دقیقا این بیانیه چه خواهد بود و وقتی این جنگ به پایان برسه اوکراین به ناتو ملحق خواهد شد. تمام نشانه ها که از آن است. ضمناً آقای استولتنبرگ دبیر کل ناتو توضیح داد یه مقدار راجع به دلایل اینکه چقدر عضویت در ناتو خطیر برای اوکراین. گفت وقتی این جنگ به پایان برسه ناتو باید اطمینان حاصل بکنه که مبارزه جنگ پایان پیدا کنه و گناهکار دونست روسیه رو به خاطر تمام کارهایی که در گذشته کرده و اینکه و میخوایم اطمینان حاصل بکنن که در پی هر گونه قطعنامه‌ای جلوی هر گونه تجاوزی از سوی روسیه گرفته بشه. می‌بینیم که شبه جزیره کریمه رو گرفت روسیه و بعد بار دیگر به اوکراین حمله کرد. آقای استولتنبرگ گفت بعد از اینکه این جنگ به پایان برسه می‌خوایم مطمئن بشیم که دیگه مبارزه از این جنگ‌ها پیش نیاد و تنها راه عمدش اینه که اوکراین عضو ناتو باشه. جو بایدن هم طبعاً توضیح داد راجع به اینکه سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت 5 سامانه آقای جو بایدن اعلام کرد که به اوکراین فرستاده خواهد شد طی روزهای آینده. بعضی از اونها خبرش اعلام شده بود قبل، ولی این در واقع یک نشانه بزرگی از حمایت آمریکاست و نشون چرا که واقعا استعداد کرده بود اوکراین که این سامانه ها رو دریافت بکنه. این 5 سامانه دفاعی که 3 تاش پاتریوت و بعدم کشورهای دیگه مثل هلند یک جزئیات و بخش های تجهیزات نظامی رو میفرستن به اوکراین. البته 7 تا میخواست اوکراین، ولی به هر حال این اضافه میکنه و مستحکمتر میکنه پدافند هوایی اوکراین رو و سامانه های نظامی دوربرد و میانبرد هم خواهد رفت. بنابراین اخبار خوبی بوده برای اوکراین. سپاسگزارم از تو کارلا باب، خبرنگار صدای آمریکا.